ما انسان ها مدام تغییر میکنیم. به همین دلیل داستان تاریخی انسان هیچ وقت یک شکل نبوده. صدها هزار سال طول کشید که به اینجا رسیدیم. نوعی انطباق با محیط ما رو به اینجا کشونده. 1.9 میلیون سال پیش جنس هومو در سراسر آفریقا و آسیا بود. انسان‌های مدرن کم کم از آفریقا خارج شدن، به ویژه آفریقای شرقی، جایی که تاریخچه‌اش خیلی طولانیه و میشه حتی واسش یک ویدئوی جدا ساخت. قبلا تصور میشد که ما حدود 60 هزار سال پیش از آفریقا جدا شدیم، اما کاوش‌های بیشتر ما رو به این نتیجه رسوند که انسان امروزی حدود 125 هزار سال پیش از آفریقا به عربستان نقل مکان کرده. ما اینا رو میدونیم چون مردم شناسان تبرهای دستی سنگی رو کشف کردن، بقایای سازه‌های دستی رو پیدا کردن و ردپای انسان‌های گذشته خودشون رو به ما نشون دادن. میشه گفت که در 125 هزار سال پیش یک جهش بزرگ در روند زندگی انسان‌ها رخ داده و نشون میده فهمیدن تاریخ بشر واقعا دشواره، چون همه اینها توسط رازهای دفن شده در زیر زمین پیدا میشن. ما باید جای مناسب رو حفاری کنیم، تمام شواهد رو به درستی به هم ربط بدیم. پس فهمیدن تاریخمون چندان کار راحتی نیست. در این ویدیو از پاراگراف بررسی میکنیم که چرا انسانها با هم فرق میکنن. مثلا چرا آسیایی‌ها و اروپایی‌ها اینقدر متفاوتن؟ بعد از تمام اتفاقات در 46 هزار سال پیش به اروپا مهاجرت کردیم. در این سفر با نئاندرتال‌ها که اونجا زندگی می‌کردن هم آشنا شدیم و البته مثل تمام انسان‌ها این دو نسل با هم آمیخته شدن، زاد و ولد کردن و ژن‌هامون با هم مخلوط شد. انسان مدرن آب و هوای جدیدی رو توی اروپا پیدا کرد. آب و هوای آفریقا با اروپا خیلی متفاوت بود. اروپا یکم سردتر بود. به همین دلیل انسان‌ها مجبور شدن خودشون رو با محیط سازگار کنن. ساخت لباس رو یاد گرفتن، تونستن بفهمن چطور ابزارهایی بسازن که بتونن باهاش حیوانات رو شکار کنن. اروپا کوهستانی تر هم هست، پس یاد گرفتیم که چطور از این کوههای بزرگ عبور کنیم و برخلاف آفریقا که در بخشهایی میتونه صحرایی یا علفزار باشه، اروپا چنین امکاناتی رو نداشت. پس ما مجبور شدیم راه‌های جدیدی رو برای یافتن غذای خودمون یاد بگیریم. انسان‌ها در انتخاب راه‌های جدید برای انجام کارهای مختلف خوبن. انسان‌های امروزی مثل ما احتمالاً یاد گرفتن که با استفاده از ابزارها، اهلی کردن حیوانات و تغییر نحوه زندگیشون با این تغییرات کنار بیان. از عشایری به شکارچی تبدیل شدیم، از شکارچی به کشاورزی رسیدیم و همه اینها ده‌ها هزار سال طول کشید. انسان‌ها بین 63 تا 46 هزار سال پیش به آسیا نقل مکان کردند. شواهد این ماجرا از اسکلت‌های جمجمه در غاری تو لاوس به دست اومد. انسان‌شناسان فکر می‌کنند به خاطر باران‌های فصلی و تغییرات هوا اون انسان‌ها به غار رفتن. با بررسی جمجمه‌ها و اون غار اطلاعات خوبی از مهاجرت انسان‌ها به دست اومد. هر بار که چیز تازه‌ای کشف می‌کنیم، داستان تاریخ زندگی انسان خودش رو تکمیل میکنه. شواهدی هست که نشون میدن اون زمان آمریکای شمالی و جنوبی پر از انسان بوده، چرا که در هزاران سال پیش یک پل زمینی بین شمال شرق روسیه و آلاسکا وجود داشت که بزرگ هم بود و مردم از شمال چین، روسیه و مغولستان از این پل عبور میکردن. مدت‌ها مردم بومی اونجا زندگی کردن تا در 13 هزار سال پیش آب شروع کرد به بالا اومدن و خیلی از این انسان‌ها به آمریکا مهاجرت کردند. اما موضوع مهمی هست. برخی نظریه‌ها ادعا می‌کنند که آمریکایی‌ها در اصل نژاد آسیایی‌اند که از روی پل زمینی عبور کردند و توی آمریکا مستقر شدند. اما در اینجا ما داریم میگیم آمریکایی‌ها نژاد متفاوتی بودند که از اول روی پل زمینی بین آسیا و آمریکا زندگی می‌کردند و بعد همون‌ها به آمریکا رفتند. شواهد مختلف در طول زمان نشون میده که 10500 سال پیش برای اولین بار در همین منطقه امپراتوری ایران مردم گاوها رو اهلی کردن و از شیرشون استفاده میکردن. اونا فهمیدن که 80 نوع گاو ماده اولیه وجود داره که همه گاوهای اهلی از اونا میان. طبق تحقیقات معلوم شد که برخی انسانها نمیتونن شیر گاوها رو بنوشن.
ما میتونیم شیر انسان رو برای مدت کوتاهی در کودکی مصرف کنیم و بعد از اون توانایی نوشیدن شیر در ژن‌هامون خاموش میشه. اما برخی افراد به خاطر نوعی جهش ژنتیکی ژن نوشیدن شیر رو در خودشون خاموش نمی‌کنن. این موضوع در سراسر جهان پخش شد و گروه‌های انسانی با توانایی‌های ژنی متفاوت سازگاری خوبی با شیر پیدا کردند. مثلا در جنوب سودان 17% مردم نمیتونن شیر بنوشن. در دوران باستانی مردمی که دامدار بودن و سازگاری پیدا کرده بودن توانایی نوشیدن شیر داشتن و با مردمی که نمیتونستن شیر بخورن رقابت میکردن. اون موقع بومیان آمریکایی گاو اهلی نداشتن. اونا فقط توی کودکی شیر میخوردن و دیگه بعد از اون توانایی هضم شیر نداشتن. به همین دلیل بومیان آمریکا 100%شون نمیتونن شیر بنوشن. بعضی جاها هم همینطوره. 99% مردم قبیله‌ای به نام ایبو در نیجریه به همین ترتیب توانایی هضم شیر ندارن. این تفاوت‌ها به سایر نقاط اروپا و آسیا هم کشیده شده بود. 90% مردم ژاپن و تایلند توانایی هضم شیر ندارن، در صورتی که این درصد در مردم سوئد به 4 میرسه. از اونجایی که برخی مردم در اروپا با لاکتوز شیر مشکل داشتن، سعی کردن برای غلبه بر این موضوع پنیر رو فراوری کنن. پنیری که در سطحی متفاوت با مقدار کمتری پروتئین و لاکتوز بود. پس در 11000 سال پیش مردم با یادگیری ساخت پنیر با لاکتوز شیر مقابله کردن. در نهایت هم می‌بینیم که برخی افراد ژن‌هاشون خاموش نشدن. به همین دلیل مردم با قابلیت هضم لاکتوز شیر متفاوت وجود داره و درصدشون توی آسیا و آمریکا و اروپا با هم فرق میکنه. دلیل اصلیش هم گفتیم دامداری و گاوهای اهلی بودن که مردم هر منطقه‌ای که گاو داشتن بهتر تونستن باهاش کنار بیان. این موضوع زمانی جالبتر میشه که بفهمیم فقط شیر نیست که برای مردم متفاوت عمل میکنه. مثلا مردم قوم اینویت که در شمال آمریکای شمالی زندگی میکنن بهتر از مردم اروپای غربی میتونن چربی ها رو هضم کنن. پس میشه گفت بومیان آمریکا شاید نتونن به خوبی شیر بنوشن، اما بومیان آمریکایی آریزونا میتونن ذرت و لوبیا و کدو حلوایی و این چیزا رو به عنوان یک رژیم غذایی کامل بخورن و هنوز بدنشون خیلی لاغر و باریک باشه. در حالی که در اروپا اگر همین رژیم غذایی رو داشته باشن به راحتی چاق میشن. همه چیز بستگی به محل زندگی انسان داشت و با گذشت زمان همه چیز تغییر کرد. ما باید برای زنده موندن رقابت میکردیم. به غذاهای مختلف نیاز داشتیم. برخی از گروه‌های انسانی غذاهای متنوع زیادی نمیخوردن. بعضیا غذاهای خیلی خاص میخوردن. بنابراین افرادی که نمیتونستن چیزهایی رو که باید بخورن مردن، چون انتخاب طبیعی گونه ها اینطور عمل کرد. ما به شکل متفاوتی با محیط سازگار شدیم، شکار حیوانات رو یاد گرفتیم و اگرچه مثل حیوانات شکارچی دندان و چنگال های تیزی نداریم، اما به جاش میتونیم خیلی خوب بدویم. با وجود اینکه خیلی سریع نمیدویم، اما سرعت دویدن ما خوبه و توانایی دویدن به مدت طولانی و یک نواخت داریم. این قابلیت برای تعداد بسیار کمی از حیوانات وجود داره. به دوی ماراتون فکر کنین. کدوم گونه های دیگه ای رو میشناسین که مثل انسان میتونن با سرعت زیاد مسیر چند ده کیلومتری رو بدون توقف بدون؟ تعدادشون خیلی کمه. دویدن و ساختن ابزار ما رو به شکارچیان خوبی تبدیل کرد. اینطور بود که انسان با محیط سازگار شد. تغییرات رنگ پوست هم به همین شکل برای سازگاری با محیط در انسان‌ها به وجود آمد. در یک مقاله از وبسایت نیچر این ادعا مطرح شده بود که حدود 7000 سال پیش پوست مردم اروپا کم کم روشن‌تر شد و سایر مردم جهان هم بعداً با رعایت رژیم غذایی غنی از غلات به تدریج پوست روشن‌تری پیدا کردند. با رفتن به سمت کشاورزی ما سطح متفاوتی از ویتامین دی رو وارد بدنمون کردیم. اوایل تصور میشد که تفاوت ویتامین دی به خاطر تفاوت اشعه ماورا و بنفش در آفریقا و اروپا بوده که بعدها فهمیدیم غذا و کشاورزی این تأثیرات رو روی ما گذاشته. هر بار که اسکلت ها، غار ها، بقایای دفن شده و اکتشافات کوچیکی اتفاق میفته، ما بیشتر به سرنخ هایی از گذشته میرسیم که از کجا به اینجا رسیدیم. افراد زیادی در این مسیر مردن، قبیله های زیادی تلف شدند. تا
تونستیم در مقیاس جهانی سازگار بشیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنید و برای ما کامنت بذارید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.